آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید، بلکه اکنون رسیده است، که مردگان آواز پسر خدا را میشنود و هر کی که بشنود زنده میشه. آمین. جالبه بدونی هر وقت که عیسی مسیح میگه با صحبتش خودشو با آمین آمین شروع میکنه، آمین آمین به شما میگویم، یعنی که سرافا گوش باشی، یعنی تمام وجودتون گوش باشه. حالا برای اینکه این مطلب رو یکم بیشتر بفهمی، چیز بامزه براتون از همین شروع تعریف کنم که به این مناسبت نیست. یه پدری بود که به بچهش هر چی که میگفت بچه گوش نمیکرد. همیشه دعا میکرد ای خدا یه بچه‌ای به من بده که سراپا گوش باشه، فقط یه گوش خالی که به من گوش بده. خدا هم دعاشو شنید، یه بچه بهش داد که یه گوش بزرگ بود. پدر هم انقدر خوشحال شد، شروع میکنه میگه آخ جون بالاخره یه گوش پیدا کردم، شروع میکنه به حرف زدن با بچه. دکتری میگه ببخشید ایشون مادرزان کر به دنیا اومدن و نمیشنون. این جوکو به دو دلیل گفتم، اول اینکه بخندین، خیلی کم خندین، چون یکی از فواید معجزه آسای خندیدن اینه که اگه استرسی هست، اگه نگرانی و استرابی هست از ما دور میکنه، و همینطور اگه پراکندگی ذهنی تو ما هست کاهش میده، کارکرد مغز رو بالا میبره و در نهایت کمک میکنه که ما چیکار کنیم؟ سراپا گوش باشیم. خدا میخواد ما سراپا گوش باشیم، ولی در این حال ناشنوا نباشیم. آمین. باشه که ذهن ما باز باشه، روح القدس روشنگری کنه، امروز کلام خدا مثل یه صاعقه بیاد به قلب‌ها و به ذهن‌های ما بخوره، مثل یه شمشیر بیاد اون رذایل و نفایس رو جدا کنه، انسان کاذب رو جدا کنه، حیات ببخشه، نور ببخشه، تا کلیسای خداوند که تک تک شما بدن با ارزش خداوند هستیم به سوی بیداری روحانی در حرکت باشیم. کلیسای خداوند عزیزان همیشه نیاز داره و اساس کلام خدا سنجیده بشه و اساس کلام خدا تشویق بشه، اصلاح بشه. تا چی بشه اینا همه چیکار میکنه؟ تا اهداف و رویاهای خدا در بدن خدا جا بگیره. در سنت کلیسای پروتستان میبینیم وقتی که یه جنبشی شروع میشه، وقتی اصلاحاتی شروع میشه، همه چی عوض میشه، که ما یکی از شاخه های اون هستیم، اصلا بیداری میاد. ولی بعد از اون یکی از شعارهای این کلیسا این بوده که ما نه فقط یک بار احتیاج به اصلاح داریم، تشویق داریم، بلکه تا ابد، تا آخر نیاز به اصلاحات داریم. نه یک بار، بلکه همیشه از طریق کلام خدا، خدا میخواد ما رو به سمت یه مکاشفه جدید، یه ملاقاتی جدید با خدا حرکت بده. آمین. تا در نهایت چی بشه؟ به شناخت خدا منتهی بشه. و این شناخت خدا که در این بیداری صورت میگیره چیکار میکنه؟ ما رو به طرف فروتنی میبره، که این فروتنی چیکار میکنه؟ اعتراف، توبه، سرسپردگی عمیق‌تر، روشن شدن کلام خدا. عزیزان هر بیداری انگار نور میبخشه که ما کلام خدا رو مکاشفه بگیریم، بیشتر بفهمیم. و این باعث چی میشه؟ پرستشی در روح و راستی. و این پرستش در روح و راستی عیسی رو بلند میکنه و جانها نجات پیدا میکنن. آمید. به سمت عیسی حرکت میکنن. ما از 4 دسامبر که این پیام نبوتی رو داشتیم که کلیسای خداوند میخواد به سمت کلیسایی باشه که حرکت کنه، که در روح و راستی خداوندش رو بپرسته. آمین. و این مستلزم چیه؟ رفتن به طرف مسیریه که شاید کوتاه نباشه عزیزان، حتما هم کوتاه نیست، ولی ایمان دارم برای تشنگان خدا، تشنگان خدا دستاوردهای خیلی عالی رو به ارمغان میاره. وقتی من مسیر تعلیمات رو مرور کردم تو این چند وقت، دیدم چقدر خداوند دخالت کرده، چقدر ما رو توی یه مسیر داره جلو میبره. این مسیر چیه؟ شناختی عمیق‌تر از خداوند، که این باعث میشه اصلا پرستش‌های ما دگرگون بشه. درسته؟ من این دفعه واقعا اصلا این هفته تو آسمون بودم و میدیدم اصلا افراد چقدر پرستش‌هاشون غنی‌تر شده.
مسیر چی بود؟ ما راجع به بخشش خدا صحبت کردیم، راجع به فیض خدا صحبت کردیم، ماهرخ جون راجع به قلب پدرانه خدا صحبت کرد. اینا همه ابعاد شخصیتی خداست نیست؟ هفته پیش راجع به فروتنی خدا صحبت کردیم، حالا مونده راجع به حکمت خدا، غضب خدا، مهربانی خدا، سختگیری خدا، غیرت خدا نسبت به قومی صحبت کنیم. اینا همه ابعاد شخصیتی خدا که کلیسا وقتی او رو میشناسه به بود عمیق‌تری از شناخت خدا چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. و من چون میخواستم به فیض و یاری خدا روز یک شنبه راجع به شناخت محبت خدا صحبت کنم، بعد خدا رو شکر روح القدس همیشه میاد مسیرها رو عوض میکنه. پاستور گفت من احساس میکنم که این هفتم خوبه، من ادامه بدم. گفتم اوکی، ما تسلیم روح خدا هستیم. برای همین دیدم که چون میخوام راجع محبت خدا، شناخت محبت خدا صحبت کنم، پس خوبه قبلش راجع به قدوسیت خدا صحبت کنیم. چون محبت خدا از چیز ریشه میگیره؟ خود قدوسیت خدا نشأت میگیره. هر خصوصیت خدا از قدوسیت خدا نشأت میگیره. در حالی که آماده میشیم کمی به شناخت عمیق‌تر خدا برسیم، که مخصوصا این قسمتی که میخوام امروز صحبت کنم خیلی مهمه. بدون 100% همه تعلیمات به خصوص بدون پوری روح خدا، بدون هدایت خدا، بدون یاری روح خدا، بدون تسلیم شدن به این روح خدا که داره ما رو تعلیم میده، ما رو جلو میبره، ما نمیتونیم این تعلیم رو بفهمیم. برای همینه که دعای پولس انقدر مهمه. در افسوسیان باب 1:17 من هم تو خلاصه میگم، میگه خدای خداوند ما عیسی مسیح، ای خدای پرجلال، روح حکمت رو کشف بده از شناخت خوده، از شناخت روح حکمت رو کشف برای چی بده؟ برای اینکه ما او رو بشناسیم. وقتی که بشناسیم، بعد میگه تا چشمان دل ما روشن بشه. وقتی میشناسیم چشمای دل ما روشن میشه. چشمامونو یه لحظه ببندیم. ای خداوند، دعا میکنم برای چشمای خودم، برای هممون، برای قلبمون، برای روحمون. مثل اون کور مادرزاد که در مرقس باب 8 اون فلس از چشماش افتاد، گفت من فقط نمیدونم چی شده، فقط کور بودم الان بینا شدم. تا چی بشه خداوند؟ بینا بشیم که چی بشه؟ تا مسیح رو، خدا من اون شخصیت زیبای مسیح رو با تمامی مقدسین، با هم دیگه، نه من، نه یک دو نفر، هممون با هم تمامی ابعاد او رو، طول و عرض و بلندی و عمق او رو بشناسیم. خدا من عارف شیم به این محبت که در نهایت ما رو عمیق‌تر به سوی محبت مسیح و درک عمیق‌تر از او میبره. چون که در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم. آمین. عزیزان، زندگی مسیحی ما باید مرکزش این هدف باشه. مرکز اولویت باید این باشه که خدا رو بشناسیم و اون ایده های اشتباهی که از خدا داریم با خودمون آوردیم، به قول پاستور یک شنبه گفت، در مورد خدا از در ما تصحیح بشه. اون بت‌های ذهنی در ما فرو بریزه. برای چی؟ چطور میشه که اینطور بشه؟ با شناخت عمیق‌تر از خدا، که بدون دستیابی، بدون کمک روح خدا، ما اصلا نمیتونیم خدا رو بشناسیم. پولس دعا نکرد که مردم افسوس یه سری قواعد رو بشناسن، یک سری تئوریا رو بشناسن، یک سری ایده ها رو از خدا، تعلیمات و موعظه ها رو یاد بگیرن، بلکه او دعا کرد که شخصیت خدا رو بشنون و این شخصیت در اونا نفوذ کنه، روی زندگی او را تأثیر بذاره، روی زندگی جمعی او را اونها، روی زندگی فردی اونا، بخصوص روی پرستش و ستایش اونا تأثیر بذاره. چرا؟ چون این پرستش و ستایش باعث میشه ما وارد یک رابطه خیلی صمیمانه‌تر، شخصی‌تر و عمیق‌تر با خدا بشیم. از خدا هدفش اینه، از اینکه ما رو به وجود آورد، آفرید و نجات داد که ما رو در جایگاه آدم و حوا دوباره قرار بده، در همون رابطه که انسان با آدم و با خدا راه میره. ولی باید ما در جستجوش باشیم، درسته؟ تا روزی که این دعای قلب ما باشه، ای خدا و حضور تو باغ عدن منه. اگه ما منفعل باشیم، اگه در مقابل کلام خدا واترپروف باشیم، یعنی هیچ تأثیر رو ما نذاره، آیا میتونیم جلو بریم؟
عزیزان منفعل بودن در کلیسای خداوند خطرناکترین مورده برای رشد روحانی ما و خطر خیلی جدی رو تو زندگی ما ایجاد میکنه. منفعل بودن یعنی چی؟ یعنی بی‌علاقگی، نداشتن احساس، ولرم بودن، بی‌تفاوتی. اینا گناه‌هایی هستن که به خاطر این انفعال بودن ما در ما به وجود میاره. چیکار میکنه؟ نمیذاره ما به شناخت خدا برسیم. غفلت به وجود میاره. بی‌علاقگی چیکار میکنه؟ نمیذاره ما تو جلسات بیام، نمیذاره ما تعلیم ببینیم، به شناخت خدا برسیم. کارهای درستی هست که ما انجام نمیدیم، ولی ما فقط فکر میکنیم اگه کارهای اشتباهی بکنیم اینا شامل گناهه، اگه هیچ کار اشتباهی نکنیم ما گناه نمیکنیم. دیدین تو ما هم مرسوم که بیچاره که کاری نداره، میره میاد تفلک، اصلا کاری نداره، حالا خدمت هم نمی کنه، ولش کن، اقلا نه غیبت میکنه نه کاری داره، صاف صاف داره میره، همجور میاد و خودشم میگه من چه بدی کردم، چه بدی به دیگران کردم. این بزرگترین بدی رو داره در حق خودش و کلیسای خداوند میکنه، چون منفعله، چون ولرمه. اگه بره خدمت کنه یه اشتباهی بکنه با صورت زمین بخوره، این خیلی هم ماها، این بازم برای خداوند قابل تحسینه، توبه میکنه، بلندش میکنه، اصلاح میکنه، ولی برای اون که صاف صاف میره و میاد چی کار میکنه؟ خدا چی کار میتونه بکنه؟ برای مثال عزیزان، یک رابطه میتونه با سخنان نسنجیده چی بشه؟ خراب بشه، درسته؟ هم میتونه با نگفتن کلمات محبت آمیز و قدردانی نکردن هم خراب بشه. آمین داره یا نه؟ یه موقع میگیم چی کارت کردم آخه؟ که داره جونت در میاد، فشار بشد اومده، هیچ کاری نکردی عزیز جان، فقط هزار تا کارم میکنم، این خیالت نیست. اگه نسبت به شناخت خدا هم بی تفاوت باشی، سرد باشی عزیزم، ولرم باشی، این تعلیمات هیچ تأثیری برای تو نداره. ولی من ایمان دارم که هیچ کدوم بین ما اینجا اینطوری نیست. دلیلش چیه؟ همه اینجایی توی این هوای سرد. عزیزم یک روز میاد که ما با گناهان درون خودمون روبرو میشیم، نزد خدا فریاد میزنیم. اون روز اول یادته، میفهمیم آغوش او منتظر ما بوده، انتظار ما رو میکشته، لحظه ای که خودمون رو به او تقدیم کردیم یک روز عظیمه عزیزان، که داستان زندگی ما با خدای زنده شروع میشه. روزیه که نه فقط داستان ما با او شروع میشه، روزیه که ما به محبت او پاسخ دادیم، به اون محبت جستجوگر او که ما رو پیدا کرد. ما او رو پیدا نکردیم عزیزان، ما یابنده نیستیم، اوست. و بسیاری از ایمان دارم به همین توبه و این ایمان نجات بخش بسنده میکنم، قانه میشن با بی‌علاقگی، صاف صاف میرن و میان. ولی کسانی هستن عزیزان، مقدسانی هستن، که هر چند وقت یک بار خودشون در یک وسط بیابان وحشتناک خشک و برهوت میبینن، خودشون تو بیابون میبینن، عمیقا دعا میکنن، عزلت میطلبن، میرن یه کنار، جستجو میکنن خدا رو، میخوان یه درک تازه داشته باشن، یه شناخت تازه خدا پیدا کنن. و این تجربه هاست، این جستجو هاست، این طلبیدن هاست که زندگی روحانی ما رو چیکار میکنه؟ متبدل میکنه. عزیزان چشیدن خدا ما رو تشنه تر میکنه و بیشتر میخوایم اون رو تجربه کنیم. کم کم به جایی میرسیم که یه درک منحصر به فردی از خدا پیدا میکنیم. از اون روز به بعد چی میشه؟ وقتی خدا رو ملاقات میکنی عزیزم، گنجی رو تو وجودت پیدا میکنی که اسمش ذائقه مقدسه. یه ذائقه پیدا میکنی، این موقعی که قرمه سبزی رو که نچشیدی نمیفهمی که قرمه سبزی چیه. یه بار که بچشی میری دستور پختشو یاد میگیری، پدر خودتو در میاری که هر دفعه اینو خوشمزه تر درست کنی، درسته؟ یه ذائقه پیدا میکنی، یه ذائقه مقدس برای شناخت بیشتر، یه ذائقه سیری ناپذیر پیدا میکنی. اونایی که همینجور منفعلن میرن و میان، تغییر ناپذیر، کبریت بی خطر، اصلا هیچ انگار ملاقات نشدن،
ایوب عزیزان 41 باب کتاب ایوب فقط حرف زد خدا اینه، خدا اونه، تو خدا رو ملاقات کرد. چی گفت؟ به رو افتاد. از شنیدن گوش در مورد تو شنیده بودم، لیکن الان چشمای من تو رو دیده. از این روز در خاک و خاکستر توبه میکنم این خدا من. آیا واقعا میشه به درک تازه از خدا رسید؟ آیا ما میتونیم مثل ایوب، مثل اشعیا، تصویرهای خیلی رفیع‌تر، خیلی پرجلال‌تر، دیدگاهی خیلی وسیع‌تر از خدا برسیم؟ یکم عمق پیدا کنه این زندگی روحانی ما؟ میتونیم؟ معلومه. اگه منفعل نباشیم، اگه تشنه خدا باشیم، باشه که همگی ما عزیزان در این ماها و در این زمانهایی که پیش رو داریم به شناختی تازه تر برسیم، از اون ملاقاتی که از خدا میشیم. در نهایت کلیسای زنده خداوند همینطور از جلال به جلال جلو میره. عزیزان کلیسای زنده کلیسایی که رو ملاقاتهای شخصی من و تو بنا شده، نه اطلاعات، نه تئوری‌ها، نه تعلیمات صرف، روی ملاقات‌های شخصی من و تو بنا شده. آمین. و بیداری روحانی همیشه و همیشه شناخت خداست و این شناخت به شکستگی توبه است و این توبه شادی وصف‌ناپذیری رو در دل ایمانداران، باورمندان میریزه که منتهی میشه به پرستشی در روح و راستی و ذائقه سیری ناپذیر در من و تو به وجود میاره برای دیدن بیشتر شکوه و جلال خدا. آمین. آماده ای؟ اسم این کلام، اسم این پیام، هفت چشمه از خداست که در رویای اشعیا خیلی قابل رویته و امروز با هم دیگه میخوایم نگاه کنیم. اشعیا باب 6 آیه 1 تا 4 رو براتون میخونم. آمین. که اگه کتاب مقدس دارین نگاه کنین، اگه ندارین یادداشت کنین، که امیدم اینه با اون تشنگی که برای خدا دارین اینجا هستین بتونین. اگرم نمیتونین پیدا کنین، همینجور در سکوت باشین، گوش کنین، فقط یادداشت کنین. در سالی که عزیای پادشاه مرد، اشعیا باب 6 آیه 1 تا 4، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود. عزیزان دوباره، در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و صرافین بالای آن ایستاده بودند و هر یک از آنها 6 بال داشت، با 2 از آنها روی خود را می پوشانید و با 2 پاهای خود را می پوشانید و با 2 پرواز می کرد و یکی دیگری را صدا زده می گفت: قدوس، 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است. و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. پس گفتم: وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم، چون که چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دید. اولین چیز چیه؟ من خیلی خلاصه، یکمی شاید طول بکشه با اینکه خلاصه کردم، ولی باز هم یکمی ممکنه طول بکشه. مرسی که تحمل میکنی، چون مبحث خیلی غنیه. خدا زنده است. اولین چیزی که میگه، در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند را دیدم. خداوند را دیدم، آیه 1. خدا زنده است. عزیزان چی داره به ما میگه؟ عزیای پادشاه مرد، اما خدا همچنان زنده است. مزمور 90 آیه 2 میگه: از ازل ای خدا تو هستی، تا ابد تو همون خدا هستی. عزیزان وقتی جهان خلق شد خدا زنده بود، وقتی شاهان بلند شدن و افتادن خدا زنده بود، وقتی کشتی تایتانیک با اون عظمتش غرق شد خدا زنده بود، وقتی اون ناوهای جنگی در قعر دریا به فراموشی سپرده شده بودن خدا زنده بود. در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند رو دیدن. در هیچ کجای دنیا رهبرانی که امروز زندن عزیزان دیگه زنده نیستن و نخواهم بود. تا چشم به هم بذاری، در 100 سال آینده 10 میلیارد انسان جدید به دنیا میاد و کل این 4 میلیاردی که روی زمینه از بین خواهند رفت، میمیرن،
مثل عزیای پادشاه. اما خدا پابرجا و زنده است. این حسی وقتی اینو میخونی، حس میرا بودن، این حس فانی بودن باید تو رو در بر بگیره و چقدر آزاد و رهات کنه که تو اینجا ماندگار نیستی، که به همه چی، حق و حقوق خودت، همه چیز اینجوری بچسبی. و نامیرایی خدا چقدر ما رو باید از تکبر دوباره، از احقاق حق، حق به جانبی، دنبال شهرت، قدرت، این حق منه، این مال منه، باید بازداره. فقط این یه کلمه که عزیای پادشاه مرد اما خدا زنده است. همه ما پنج نسل بعدی ما نهایت ها، من که مال خودم میگم دوتا نسل بعد، اصلا هیچ اسمی، هیچ چیزی هم من باقی نخواهد موند. نمیدونم انقدر جوش و خروش و استراب و نگرانی برای چیه موقع ها من میکشم. فقط همین، مراقبه کنیم تو همین یه دونه آیه، تعمق کنیم، مدیتیشن کنیم، مدیتیشن روحانی، مدیتیشن از کلام خدا اومده ها، وامدار کلام خداست. تعمق کنیم. خدا زنده است اما همه ما نیست و نابود میشیم، اثری اما نیست. حسن قبل بال نزنیم. آیه دو، خدا مقتدر است. خدا رو دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته. اون نشسته عزیزان، خیلی جالب، فقط یک جا پاشد، برای استیفان پاشد، برای احترام به عزیزش پاشد. همه جا خدا نشسته، داره چی میگه؟ آرومه، همه جا زیر کنترل خاص خدا. بنیان آسمان در حال فروپاشی نیست و نخواهد بود. خدا در قلمرو آسمانی خودش به بنبست نرسیده و نمیرسه. خدا هرگز درمانده نمیشه. تو هر وضعیتی که هستی، تو هر مشکلی که هستی، خدا نشسته، کنترل امور در دست او. او صاحب اختیاره. کرسی سلطنت فرمانروایی حق اوست، مال اوست. چقدر این ما رو رها میکنه. مکاشفه باب 19 آیه 6 میگه شنیدم آوازی عظیم، چون آواز آبهای بسیار، چون آواز رعدهای شدید، که میگفتم هللویا. فکر کنین رعدهای شدید، آبها و موجهای زیاد، چی میگفتن؟ زیرا خدای قادر مطلق ما سلطنت میکنه. این حماقت محضه عزیزان، به گونه ای رفتار کنیم که انگار حقی داریم. خدا رو زیر سوال ببریم. من بارها زیر سوال بردم چرا؟ وقتی این آیات رو میخونی زانوات باید به لرزه بیفته. تو کی هستی که میگی چرا؟ من و تو احتیاج به گفتار بی پرده و رک داریم که در هر شرایطی حق با خداست. در هر شرایطی خدا میتونه هر کاری که دلش بخواد بکنه، رحم کنه، رحم نکنه، حتی دلش بخواد به انسانهای اجازه بده که داره میده، خالق مقتدر خودشون رو زیر سوال ببرن، قضاوت کنن، دیدین که چقدر میکنن. خدا بالاترین قانون گذار بوده و هست، مجری قانون گذار، مجری قانونه، فقط خداست، نه من و تو. چقدر اینا احساس رهایی و آزادی به ما میده. خداوند رو دیدم دوباره که بر کرسی بلند نشسته. این نه فقط به مقتدر بودن او اشاره میکنه، بلکه او قادر مطلقه. نه فقط مقتدر، فرق داره، بلکه قادر مطلقه. ساکنین زمین جملگی هیچ شمرده میشن، اما اراده خود رو فقط خدا به عمل میاره. کسی یارای اونو نداره که در مقابل اراده خدا بیسته، بگه تو چیکار کردی، چیکار داری میکنی. اراده من برقرار خواهد موند، من هستم که همه مسرت خود رو انجام خواهم داد. عزیزان، قادر مطلق بودن خدا، حاکمیت خدا میتونه ما رو به وحشت بندازه، میتونه یک آرامش عمیقی به ما بده. چرا که خدا یا به ضد ماست یا با ماست. برای آنانی که عهد خدا رو نگه میدارن، اقتدار مطلق خدا، امروز شنیدیم، پناهگاهیه برای این عزیزان، سرشار از قدرت و امنیت در هر شرایطی. میدونن زیر ستر حضرت اعلی هستن. من خیلی دارم از این آیات میگذرم. و هیکل از دامنهای او پر بود.
همون آیه یکه داره به چی اشاره میکنه؟ خدا پرشکوهه، خدا پرجلال. تا حالا تصویر عروس هایی رو دیدین عزیزان که لباساشون ملکه ها؟ من عاشق این ملکه ها هستم، خیلی دلم میخواست یه ملکه بودم، بعد فهمیدم که هستم. لباساشون اینجوری میریزه، اینجوری اسمش چیه؟ اینجوری میاد دنباله، تمام اون فضا رو میپوشونه. من تمام این عروسی ملکه ها رو از اول تا آخر به خصوص اون لباساشون دیدم. حالا اینجا میگه دامن خداوند راه روها رو، صندلی ها رو، تمامی معبد و تمامی مقر او رو، تمامی جایگاه اون پرستندگار، دامن او همه جا رو پوشونده، تمام اون هیکل آسمانی رو. چی داره میگه؟ میگه خدای ما خدایی که جلال و شکوهش بی نظیره، بی همتاست. داره جلال و شکوه خدا رو ما این زبان محدود انسانی نمایان میکنه، به تصویر میکشه. ما در طبیعت میبینیم نیست، من خودم عاشق این جک و جونور و شیر و مار و پلنگ و اینا نه، ولی عاشق ماهی ها هستم. اون عمق‌های آب و وقتی نشون میده برام زیباترین چیزه. ماهی ها رو دیدین که اینجور راه میان نور میتابونن. بعضی از ماهی ها زیر گلوشون یه دونه کیسه است، تو این کیسه یه فانوس خدا گذاشته. همینجوری که نگاه میکنید تو اون تاریکی اقیانوسا داره همینجور بال میزنه، فقط نور میافشانه. ماهی های شبتاب که خودش نور ساطع میکنه نیست؟ این همه زیبایی داره چیکار میکنه؟ شکوه جلال خدا رو نشون میده. داره در ما میخواد در بیدار دلان تشنگی و شیفتگی به وجود بیاره. نمونه کوچیکیه که براتون گفتم از اون شوکت و جلال خدا. رنگ‌های زیبای پاییز را میری نیست؟ این فصلای رنگ و رنگ اینا همه برای چیه؟ شکوه زیبایی خدا رو داره. خدایی که در شکوه و عظمت خودش گشاده دسته، سخاوتمنده و میخواد ما رو در این شریک کنه. اگه جهان هستی انقدر زیباست، انقدر پرشکوه، چقدر بیشتر خدا، چقدر بیشتر خدا. میتونیم فکر کنیم یه کمی تعمق کنیم راجع به این آیه ها. و بعد میگه آیه دو، صرافین بالای آن ایستاده بودن، هر یکی از آنها 6 بال 2 بال روی خود را پوشانده بود. عزیزان با 2 تا پا روشو، با 2 تا پا خودشو پوشونده بود، با 2 تا بال پرواز میکردن. من نمیدونم بعضی موقع ما میگیم ملاقات شدیم چجوری خدا رو میبینیم، بعد با خنده میگیم ملاقات شدیم. حتما هست، فقط فرشته ها اصلا نمیتونستن نگاه کنن، نمیتونستن به این عظمت و جلال. روشونو پوشونده بودن، پاهاشونو پوشونده بودن، با 2 تا بال پرواز میکردن. چی میگفتن؟ خدا رو تکریم میکردن، پرستش میکردن. بعد اینکه شناخت پیدا کرده بودن از اون زیبایی، جلال، شکوه، دامن خدا رو دیده بودن، اون زیباییشو دیده بودن، داشتن پرستش میکردن. چی میگفتن؟ قدوس، 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 هللویا. هیچ کجای کلام هرگز از این موجودات صرافی نام برده نشده. وقتی اونا سخن میگفتن، پرواز میکردن، بنیان هیکل میگه میلرزید، خانه از دود پر میشد از قدوس گفتن اینا. عزیزان تصویر رو میخواد خدا به ما بده، تصویر گروه اون هواپیماهای جنگی. یه موقع دیدی شاه میامد وای میساد چیکار میکردن با آرایش های رزمی اینجوری در حضور اون شاه شاهان. الان شاه شاهانو میگم ولی در حضور ما مملکت پادشاهی بودیم نیست؟ در حضور اون رئیس جمهور، در حضور اون پادشاه رزمایش میکردن، دیوار صوتی رو میشکستن. من یادم پدرم ارتشی بود، اینا رو همه رو میشست نگاه میکرد، بعد به ما هم میگو باید نگاه کنیم. اینجوری هواپیماهای رزمی پر قدرت حرکت میکردن، گفت دیوارهای صوتی شکسته شد. شاه اصلا چه عظمت و چه جلالی. من اون موقع یادم میلرزیدم وقتی پدرم با اون ابهت و اون افتخار تعریف میکرد. چقدر بیشتر. نکته جالب اینه عزیزان، اون فرشتگان حتی نمیتونستن به خدا نگاه کنن، نمیتونستن به حضور او پا بزن. ما نمیدونیم چجوری میگیم ریششو دیدم، چشمشو دیدم، قد و بالاشو دیدم،
حتما بوده، خدا محبت خدا خودشو نشون میده، شکر میخواد ما ببینیم به اندازه محدودیت ما خودشو رخ مینمایه، ولی اون قدوسیت خدا چقدر زیبا به تصویر کشیده. نمیتونستن اون فرشته ها به حضور خدا بایستن، مانند ما انسان ها گناهکار نبودن، اما خلقتشونو با چه فروتنی و تکریمی حرمت میکردن، پرستش میکردن. درخشندگی قدرت هر فرشته که انسان رو به لرزه در میاره. دیدین تو کتاب مقدس یه فرشته رو میبینن به رو میفتن. حالا همون فرشته کن در مقابل شکوه جلال خدا خودشون رو دارن پنهان میکنن. عزیزان ما حتی نمیتونیم در حضور این فرشته کن تاب بیاریم. چقدر بیشتر در حضور خدا روب و وحشت و رعشه به حضور اونا میامد. من اون ملاقاتی که شدم تقریبا بعد از میتونم بگم 18 سال هدایت شدم که هیچ وقت موعظم نگفته بودم. میخواستم این یک شنبه خداوند هدایت کرد که این ملاقات که به این، یعنی یه سرسوزن از این چیزو من تجربه کرده بودم. این مرده به زمین، 3 روز مرده بودم، واقعا 3 روز رو زمین افتاده بودم، نمیتونستم حرکت کنم. یه سرسوزن دیدم که آمین اگه خدا هدایت کرد فصلش بود حتما در زمانهای بعدی. میگفتن چی؟ قدوس قدوس قدوس. واژه قدوس چیه عزیزان؟ امکانات زبانی میتونم بگم برای رسوندن مفهوم این کلمه به انتها میرسه، کم میاره. مخلوقاتی پرهیبت پرقدرت تاکید میکردن روی قدوسیت خدا. عزیزان تو زبان عبری خیلی مهمه. وقتی که 3 دفعه میگی قدوس قدوس قدوس، 3 دفعه میگی آمین آمین آمین، چی میگفتن؟ نمیگفتن محبت محبت محبت، فیض فیض فیض، نیکویی نیکویی نیکویی، بخشش بخشش بخشش، حکمت حکمت حکمت، همه چیزایی که خصوصه. چی میگفتن؟ قدوس. وقتی راجع به این سمت حرکت میکنیم فقط ما محدود میشیم، انگار از مرز دنیا خارج میشیم. قدوسیت خدا عزیزان وقتی بهش فکر میکنیم به آستانه در میرسیم، یه در آهنی رو جلو رومون میبینیم. از اونجا به بعد تجربه کردن این قدوسیت ماورای کلام و گفتار انسانه. یعنی هر چی تعریف کنیم، هر چی تلاش کنیم، جون بکنیم که از قدوسیت خدا تعریف کنیم، در نهایت به جایی میرسیم که بگیم خدا قدوسه، خدا قدوسه، هیچی دیگه نمیتونیم بگیم. ریشه کلمه قدوس چیه؟ به معنای قطع کردن، جدا شدن، چیزی که مقدس میشه، از استفاده عموم خارج میشه، از حیطه دنیایی بیرون میاد، از چیزای دنیوی خارج میشه، قطع میشه، جدا میشه از امور زمینی و وقف میشه برای خداوند. این میگه مقدس. در کلام خیلی اشاره شده زمین مقدس، محول مقدس، سبت مقدس، امت مقدس، رختهای مقدس، دستهای مقدس، شهر مقدس، وعدههای مقدس، بوسههای مقدس، کتب مقدس، ایمان مقدس. هر چیزی که از استفاده عمومی خارج بشه به خدا اختصاص بیابه مقدسه. اما با توجه به این تعریف خدا از چه چیزی باید جدا بشه که مقدس بشه؟ عزیزان او از هر چیزی که مقدس نیست، از هر چیزی که ماهیت حقیق خدایی نداره جدا میشه، جداست. برای همین همه چیز خدا نیست، خدا همه چیز. کیفیت خالق و مخلوق بی نهایت با هم تفاوت داره. خدا بی همتاست، یگانه است، منحصر به فرده. قدوسیت خدا همون چیزیه که خدا رو خدا میسازه. قدوسیت خدا مثل یه مرواریدی که در خودش ارزشمنده و وقتی میرسیم به این زبان گفتاری کاملا به پایان میرسه. فقط در مقابل این واژه تنها کاری که میتونیم بکنیم سرای خودمون رو خم کنیم و سکوت کنیم، که الان سکوت نکنیم، الان وقتش نیست. فقط در مقابل این کلمه عزیزان. و میگه تمامی زمین از جلال او پر شد. عزیزان داره به چی اشاره میکنه؟ خدا پر جلاله،
خدا پر جلاله. جلال خدا نمودار قدوسیت خداست. جلال او یعنی قدوسیت او رو آشکار میکنه. وقتی میگیم جلال او رو دیدیم یعنی قدوسیت او آشکار شد. خدا پر جلاله یعنی وقتی اینو اعلام میکنم یعنی قدوسیت خدا عیان شد. جلال او چیه؟ مکاشفه آشکاری از راز قدوسیت او. وقتی خدا قدوس بودن خودشو کمی و من و تو آشکار میکنه که جونمونم در میاد مطمئنن، قدوسیت خودشو جلالشو میبینیم نیست؟ قدوسیت خدا، دوباره میگم، جلال پوشیده رازآلود وهم‌آلود خدا رو آشکار میکنه. جلال خدا قدوسیت مکشوف خداست دیده میشه. آمین. وقتی صرافی میگن تمامی زمین از جلال خدا پره، چجوریه که اینو میگن؟ چون از اون بالاست دارن میبینن، ما از این پایین بسیار محدود. یه موقع کسایی تو کلیسا میگن جلال خدا رو دیدیم، من تو دنیای خودم غرق میگم با کجا، من که ندیدم. ابر اومد، آتش اومد، من اصلا توی دنیای دیگم، واقعا حس نکردم، چون دیدم چقدر مشغول خودمم. عزیزان ما این پایین محدودیم، نمیتونیم. اونا از بالا دیدن، حتی زمین از جلال خدا پره. من یه مثال بزنم، وقتی میخوایم بریم آسمون رو نگاه کنیم تو جنوب، من اینو خیلی تجربه کردم، ستاره ها اونجا خیلی پر جلاله نیست؟ مثلا فکر کن سوار یک کالسکه بشیم، یکی میخوایم بریم ستاره ها رو ببینیم، بریم خارج شهر ستاره ها رو ببینیم، تا ستاره ها جلال خدا رو نشون میده دیگه. سوار کالسکه شدیم، میخوایم بریم ستاره ها رو ببینیم. عزیز جان بالای سرمون چیه؟ یه فانوسه. این فانوس، فانوسی که روشنه، تا زمانی که نور مصنوعی روشنه تو نمیتونی جلال خدا رو ببینی. آسمون بالای سرت خالی از جلاله، چون این نور فانوسه که بالای سرته نمیذاره، باید تاریک باشه نیست؟ اگه روح القدس، باد روح القدس بوزه، بدمه، اون چراغ زمینی ما رو خاموش کنه، در اون تاریکی آسمون خدا رو پر از ستاره ها خواهیم دید. آمین. هر موقع که چراغای مصنوعی دنیامون که آویزونشیم و فقط مواظبیم، من کردم اون فتیله نیمه سوزه خاموش نشه، جون بکنم اونو نگرش دارم، ما جلال یخته. عزیزان اون روز خواهد اومد که خدا بدمه و هر جلالی که با جلالش رقابت میکنه، روح خدا بدمه و تمام این جلالهای کاذب رو خاموش کنه و شکوه و عظمت او، ابهت او بر هر مخلوق فروتن، بر هر مخلوق افتاده دل آشکار بشه. آمین. روزی خواهد اومد، اون روز خیلی نزدیکه، اما نیازی نیست تا اون روز صبر کنیم. عزیزان امروز هم خدا میگه اگه فروتن شیم، اگه مصرانه در پی خدا باشیم، اون ذائقه روحانی در ما روشن میشه، بچشیم خدا رو، بپرورونیم این ذائقه رو، این طعم جلال رو خواهیم چشید. آمین. ارمیا باب 29 آیه 12 و 13 میگه مرا خواهید طلبید، چون مرا به تمامی دل جستجو کنید مرا خواهید یافت. چه کسانی؟ منفعلان رو میگه، بی علاقگان یا تشنگان خدا. تشنگان خدا هن که میطلبن و خداوند وعده داده او را خواهند یافت. و ایمان دارم این وقتی او رو بیابیم، اولین ثمرش اون شکستگی و توبه، شادی وصف ناپذیر بخشیده شدن که اشعیا گفت وای بر من، بعد از اون بود تازه صدای خدا رو شنید. من نمیخوام وارد، فکر کنم همین دوتا آیه کافیه چون خیلی طولانی میشه، فقط آخرین آیه اینه که مرا خواهی طلبی، چون مرا با تمامی دل خود به طلبی جستجو کنید خواهی یافت. آمین. که در این سالی که در پیش داریم تشنگان با خدای واحد حقیقی، خدای زنده قادر مطلق، خدای پرجلال، خدای مقتدر
ملاقات کنیم، دیگه هرگز اون شخصی که هستیم نخواهیم بود و وارد یک بیداری روحانی، و این بیداری روحانی خواهیم چشید که میگه خداوند میطلبه کسایی که در روح راستی او رو پرستش کنن، چون که پدر طالب چنین افرادیه. و بدون ملاقات با خدا عزیزان، ما هرگز نمیتونیم پرستشی در روح و راستی داشته باشیم و بیداری رو در کلیسا نمیتونیم تجربه کنیم. آمین. ایمان دارم که خداوند به دهان خودش گفته و به دستای خودش به عمل میاره برای آنهایی که منفعل نیستن، ولرم و بی علاقه نیستن و او رو با تمامی دل جستجو میکنن. خدا شما رو برکت بده.